مردان اندیشه، پدید آورندگان فلسفه معاصر، فلسفه مارکسیستی. مارکسیسم صرفاً از جنبه عملی بیش از هر فلسفه دیگری که در 150 سال گذشته ظهور کرده در فلسفه معاصر تأثیر گذاشته است. گمان میکنم اغلب ما کم و بیش تصوری کلی از اصول و آموزش های این مکتب داریم که شاید بتوان آن را به این شکل بیان کرد: عامل تعیین کننده کلیه امور مهم و حیاتی جامعه را چگونگی ادامه حیات آن جامعه مشخص می‌کند، زیرا آنچه مردم باید برای بقای خود انجام بدهند رابطه آنها را با طبیعت، با یکدیگر و طبعا با هر چیز دیگری که از این مبانی سرچشمه می‌گیرد معین می‌کند. پس در هر مقطع زمانی عاملی که در هر جامعه به راستی تعیین کننده است وسایل و ابزار تولید است. وقتی ابزار تولید تغییر کند ناگزیر باید شیوه زندگی مردم و نحوه ارتباط آنان با یک دیگر هم تغییر کند و به این ترتیب سازمان طبقات هم تغییر بکند. ضمناً تا وقتی ابزار تولید به جای اینکه در مالکیت کل جامعه باشد در اختیار بخشی از آن باشد، تضاد منافع طبقاتی هم اجتناب ناپذیر است. این وضعیت ناگزیر باید ادامه یابد تا روزی که ابزار تولید در اختیار کل جامعه قرار بگیرد و به مالکیت مشترک همه افراد جامعه در بیاید و در جهت منافع اشتراکی همه اداره بشود و به این ترتیب طبقات به مفهوم مورد نظر مارکس کاملا از بین برود. برقراری این شکل جدید جامعه یعنی کمونیسم اصل جدیدی را در تاریخ حیات بشر خواهد گشود که از لحاظ کیفی با کلیه دوره‌های قبلی متفاوت خواهد بود. اما چون از هیچ طبقه حاکمه ای نمیتوان انتظار داشت که از مالکیت ابزار تولید، در واقع نه تنها از ثروت بلکه از قدرت و اعتبار و مزایایی که با مالکیت ابزار تولید همراه است داوطلبانه دست بکشد، بنابراین براندازی قهرآمیز نظام موجود احتمالاً تنها راه استقرار کمونیسم است و طبعا از این جهت توجیه پذیر است. این طرح اجمالی نظریه مارکسیستی است و احتمالاً تنها چیزی است که از مارکسیسم میدانه. البته تا حدودی هم درست است، ولی مارکسیسم منحصر به این مطالب نیست و از این اصول خیلی فراتر می روند. بلاغل در سطوح خاصی یک نظام طبیعی نیست که از جهت فکری نه تنها فی نفس جالب و گیراست، بلکه به وضوح تأثیر عملی شگرفی در جهانی که در آن به سر می بریم بر جای گذاشته. در اینجا ما به مارکسیسم و عنوان یک فلسفه نگاه می‌کنیم و شخصیتی که در این باره با او به بحث خواهیم پرداخت چارلز تیلر از اهالی کاناداست که در سراسر عمر خود به این موضوع توجه و علاقه داشته. چاک تیلر 20 سال قبل عضو جوان هیئت علمی کالج آل سولز در دانشگاه آکسفورد و یکی از بنیانگذاران جنبش چپ نو در بریتانیا بود. او از آن زمان تا کنون استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه مکگیل کانادا بوده، چند بار نامزد نمایندگی مجلس فدرال کانادا شده و کتاب مهمی درباره سلف فلسفی اصلی مارکس یعنی هگل نوشته و منتشر کرده است. او اکنون استاد دانشگاه آکسفورد است. پروفسور تیلر، من این بحث را با بیان اجمالی نظریه سیاسی و اقتصادی مارکسیستی شروع کردم. آنچه اکنون باید انجام بدهیم ورود به فلسفه ای است که نظریه مذکور در واقع جلوه ای سطحی از آن است. شما میل دارین از کجا شروع کنیم؟ من میخواهم از همون طرح اجمالی در مورد نظریه مارکس شروع کنم که تا همون حدی که پیش رفتیم کاملا درست بود و تصویر روشنی از مارکسیسم به معنی نظریه تبیینی ارائه داد. ولی بعد دیگری هم هست. مارکسیسم نظریه‌ای برای رهایی است و تصور میکنم بدان جهت در یک قرن گذشته چنین اهمیت عظیمی داشته و این همه هیجان برانگیخته است. شرح این جنبه را هم میشود از همان جا آغاز کرد. مطلب این است که افراد آدمی به دلیل نحوه‌ای که وسایل زندگی را تولید میکنند اینطورند که هستند و وسایل زندگی را به طور اجتماعی تولید میکنن نه انفرادی. پس از یک جهت ممکن است به انسان هم به چشم جانور اجتماعی دیگری مثل مورچه و زنبور عسل نگاه کرد، ولی به اعتقاد مارکس آنچه انسان را از مورچه و زنبور عسل متمایز میکند این است که او میتواند در این باره که چگونه برای تولید وسایل زندگی با طبیعت معامله کند مشغول بازاندیشی شود و چگونگی این کار را تغییر دهد. به عبارت دیگر مارکس معتقد است که کار به مفهوم انسانی تصور این بازاندیشی را در بر دارد و بنابراین آدمیان می توانند نحوه کنش و واکنش خودشان را با طبیعت تغییر دهند. می توانند به اصطلاح در سطح بالاتری عمل کنند و نحوه دگرگون سازی طبیعت را برای به دست آوردن آنچه در زندگی به آن نیاز دارند تغییر دهند. پس انسان با گذشت زمان تسلط بیشتری بر طبیعت پیدا می کند و بنابراین برخلاف سایر انواع جانوران اسیر یک نواختی در کنش
کنش و واکنش با طبیعت نیست. به تدریج که بیشتر بر طبیعت مسلط می شود می توان گفت که به معنای کاملا قابل درکی به آزادی خودش می افزاید. هرچه انسان ها از نظر فهم طبیعت و تکنولوژی و توان سازماندهی مجدد به زندگی اجتماعی بیشتر رشد کنند نسبت به نحوهی که در دنیا زندگی میکنند و شیوه بهره‌برداری از دنیا در زندگی مسلط‌تر میشود. برای فهم درست این عقیده ضروری است که بدانیم مهمترین نقطه عطف انسان در حالت بدوی مطلق است، یعنی در مرحله‌ای که تازه از عالم جانوری بیرون میآید و هنوز اسیر طبیعت. اصطلاح مارکس برای رساندن این مفهوم قلمرو ضرورت است. می توانیم کل فرایند تاریخ را فرایند خودرهایی از اسارت طبیعت بدانیم، یعنی اگر به قضیه از طرف مقابل نگاه کنیم ممکن است اسم این جریان را تسخیر طبیعت بگذاریم و بگوییم هر چه زمان بیشتر بگذرد ما بر محیط مادی بیشتر چیره می شویم. بله، ولی آنچه باعث شد که مارکسیسم چنین تأثیر عمیقی بر تفکر بشر بگذارد نکات دیگری در فراسوی این چیز است. نکته در اینجاست که وقتی انسان در گذار از مراحل مختلف تاریخی و در جریان تسلط بر طبیعت روش میکند اتفاق دیگری هم میافتد. به نظر مارکس واقعیت مهم و اساسی در مورد انسان به عنوان نیرویی که قادر از طبیعت را تغییر دهد این است که او این قدرت و توان خود را به عنوان موجودی اجتماعی به کار می اندازد. قدرت در کل جامعه نهفته است و انسان ها به وسیله کار اجتماعی جهان و در نتیجه خودشان را تغییر می دن. پس به عقیده مارکس نتیجه می شود که جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسیم شده از اعمال سلطه آگاهانه بر این قدرت روزافزون دگرگون کردن طبیعت عاجز می ماند و به جای این فرایند هر طبقه اسیر موقعیت خاص خودش در کل جامعه می شود و به این ترتیب نه کل جریان را درک می کند و نه قادر به مسلط شدن بر آن است. حتی طبقه غالب هم نمی فهمد که چه می کند و ناخواسته و نادانسته گور خودش را می کند. نتیجه این که وقتی به نقطه کمال قدرت و تسلط انسان بر طبیعت می رسیم معلوم می شود که این قدرت اعجاب آور و هراس‌انگیز در اختیار هیچ کس نیست و لاجرم به پیروی از قانون انباشت بی پایانی منجر می شود که جامعه سرمایه‌داری ناچار به اعتاد از آن است، هر چند به بهای وحشتناکی برای افراد جامعه تمام شود. جریان فراگیر جامعه سرمایه‌داری به تبعیت از اراده و تمایل کسی به وجود نیامده، ولی بر زندگی همه افراد آن جامعه مسلط است. این همان تناقض ظاهری یا پارادوکسی است که مارکس در آثار اولیه خود اصطلاح بیگانگی را در مقابل آن به کار برده است. درست در لحظه‌ای که انسان‌ها این قدرت یا استعداد شگفت‌انگیز را به شکوفایی می‌رسانند تا بر زندگی خودشان مسلط شوند و تبدیل به قدرتی شوند که آرزویش را داشتند، تقسیم جامعه به طبقات متخاصم این قدرت را به زور از دستشان بیرون میکشد. انقلاب پرولتاریا زمام همه قدرت‌ها و استعدادهای سرمایه‌داری را به جمع خواهد سپرد و مالکیت خصوصی ابزار تولید را از میان بر خواهد داشت و از این طریق آن تناقض ظاهری را از بین خواهد برد. منتها این تسلط مجدد فقط در نقطه اوج تاریخ به دست خواهد آمد که جامعه دارای تولید مازاد باشد و وسایل زندگی رضایت بخشتری در نتیجه انباشت فراهم شده باشد. چرا تصور بر این است که در آن نقطه اوج هرچه تاکنون نادرست بوده با یک عمل تقریبا جادویی انقلابی درست خواهد شد؟ نظریه مارکسیستی در اینجا چه جوابی دارد؟ به حکم این نظریه در طبع انسان گرایشی به تسلط آزادانه و بنابراین چیرگی جمعی بر سرنوشت خودش وجود دارد. همونطور که دیدیم این گرایش در ادوار گذشته تاریخ ناکام مانده، چون هیچگاه امکان نداشته که حتی گام‌های اول را بدون پرداخت بهای سنگین تقسیم جامعه به طبقات برداریم. انقسام جامعه به دو دسته غالب و مغلوب یا خواجه و بنده ضروری بوده، همیشه ضروری بوده. فهمیدم. فقط انگامی که دیگر چنین چیزی ضرورت نداشته باشد طبقه ای میتواند ظهور کند که هم مایل و هم قادر به انقلاب کردن باشد، انقلابی که باز طبقه غالب و سلطه‌گر دیگری به وجود نیاورد و برای نخستین بار اساساً غلبه و سلطه را از میان بردارد. اگه اشتباه نکنم عقیده مارکس راز کل این جریان در تقسیم کار است، اینطور نیست؟ او معتقد است که برای اینکه جوامع انسانی تکامل پیدا کنند و از مرحله بدویت مطلق بگذرند به تخصص نیاز دارند
ولی همین که تخصص بیابن دیگر هیچ کس به تولید همه چیزهای ضروری برای ادامه زندگی خودش نمی پردازد و به دیگران وابستگی پیدا میکند و یا عده دیگر به گروه های خاصی می پیوندند و به اصطلاح به جای آن که از آن ابزار برای تأمین مایحتاج خود استفاده کنند خودشان به ابزار تولید مبدل می شوند. نتیجه این امر همان بیگانگی است که خودتان ذکر کردید. همه این چیزها از تقسیم کار سرچشمه می گیرند. همه ما جزئی از فرایند یا جریان اجتماعی هستیم و واقعا قادر به فهم یا تسلط بر کلان نیستیم. در نتیجه هر وقت انقلابی داشته باشیم که به وسیله اون دوباره تسلط جمعی و مشترک پیدا کنیم، بر تقسیم کار هم چیره می شویم. یکی از موضوعات بسیار مهم در مارکس این است که دست کم تقسیم کار بین کارگران یدی و کسانی که با مغزشان کار میکنن از بین خواهد رفت. ولی در اینجا به نظریه قوی تر رهایی می رسیم. پس از اینکه دوباره زمام مشترک امور را به دست گرفتیم، این اساسی ترین نیاز انسانی، یعنی نیاز به کسب رضایت از خود عمل دیگرون کردن، بالاخره برآورده خواهد شد. تغییرات در مراحل گذشته تاریخ را ممکن است صرفاً منبعث از نیاز به ساختن وسایل زندگی و ضرورت مبرم زنده ماندن بدانیم، اما در پایان جریان معلوم خواهد شد که توانایی هایی که در جریان تأمین نیازها پرورش بده کردن توانایی هایی هستند که انسان میخواهد آنها را به خاطر خودشان به کار بیاندازد و این همان مفهوم دوم و قوی تر رهایی در نظریه مارکس است. یعنی نه تنها رهانیدن خود از سلطه طبیعت، بلکه نمایاندن انسانیت در این جریان، یعنی تحقق شخصیت. بله، تحقق شخصیت. جامعه طبقاتی همین بُعد تکمیلی را یکسره ناکام می‌کند. به عبارت دیگر حرف مارکس چه در آثار اولیه‌اش و چه در آثار بعدی این است که جامعه طبقاتی مثلا تحت نظام سرمایه‌داری جامعه‌ای است که حتی در بالاترین حد فقط برای زنده نگه داشتن افراد تولید می‌کند. تولید صرفاً وسیله‌ای برای زنده ماندن است، در حالی که انسان جانوری کارگر است و باید بتواند مکنونات ضمیرش را به عنوان انسان در کارش بنمایاند. نگرشی که اینجا در کار است کما بیش نگرشی از انسان اجتماعی در مقام هنرمند است. هنرمندی که در جامعه‌ای فائق بر بیگانگی آنچه را در درون دارد ابراز و بیان می‌کند. من تصور میکنم جامعه‌ای که باید بر اساس این نگرش ایجاد بشود، یعنی کمونیسم، نه تنها بدون بیگانگی بلکه جامعه بدون هیچ نوع تقسیم داخلی است. دقیقاً. و چیرگی بر بیگانگی به این معناست که تمامی توانایی‌ها و استعدادهای افراد انسان برای تسلط بر زندگی خودشان در خدمت علایق و گرایش‌های آنها به کار بیفتد تا تبدیل به انسانی از خود بیگانه نشوند. کاملا روشن است که این فلسفه تأثیر شگرفی بر تمامی جهان و همینطور بر ما به عنوان افراد بشر بر جای گذاشته و مسلما شامل نظریه‌های بسیار مهمی است. به نظر شما محاسن عمده این فلسفه چیست؟ یعنی در واقع ما چه چیزهایی از آن یاد گرفتیم یا باید یاد بگیریم؟ عرض کنم از دو جنبه ای که بررسی کردیم، یعنی نظریه تبیینی و نظریه غنی‌تر رهایی، نظریه تبیینی جزئی از نحوه تفکر معمول ما شده است و در چارچوب شکلها و مناسبات مختلف تولید برداشتی از تاریخ به ما داده که تا حدی در همه به صورت ملکه در آمده است. ولی وقتی به نظریه رهایی میرسیم میبینیم این موضوع به هیچ وجه مورد اتفاق نظر نیست و به مراتب بیشتر محل مناقشه است. بدون شک این نظریه بینشی غنی و جالب توجه به ما نسبت به مثلا سیر تکاملی انسان جدید و اهمیت عظیم آزادی نزد انسان در تمدن امروزی داده است. یعنی این حسرت زدگی مردم برای آزادی و مبارزاتشان در راه رسیدن به آن. ولی نظریه رهایی در این حال موجد یکی از بزرگترین مشکلات در درون مارکسیسم بود، زیرا این نظریه، یعنی نظریه رهایی، همیشه با نظریه تبیینی سازگار نیست. ممکن است شواهدی را ذکر کنم. بله، مثالی میزنم. اگر به مارکسیسم صرفاً به صورت نظریه علمی مثل نظریه نیوتن نگاه کنیم، به این معنی که بگوید همون کاری را که نیوتن در مورد سیارات کرده است مارکس هم در مورد سیر تکامل تاریخی میکند، آن وقت برمیخورید به اینکه همانطور که قوانین نیوتن در هر زمانی حاکم بر گردش سیارات است، قانون حتمی و تغییرناپذیری هم در همه حال بر انسان ها حکومت میکند. ولی در این صورت نظریه رهایی مارکس از بین میرود که ایجاب میکند در همان حالی که از راه انقلاب از سرمایه‌داری به کمونیسم میرسیم، مجددا زمام بعضی از جنبه‌های زندگی را که قبلا در نظام سرمایه‌داری تحت سلطه آن قانون حتمی بوده در دست بگیریم. پا
پس فکر اساسی اینجا به این صورت در می آید که در یک برهه از تاریخ مهار بعضی چیزها به دست قوانین است و در برهه دیگر مجدداً از قید آن آزاد می شود. خب این فکری نیست که با هیچ الگویی از علم نیوتن سازگار شود. بنابراین از آنچه مارکس می گوید چنین برمی آید که تا نقطه معینی در تاریخ، یعنی تا انقلاب کمونیستی، قوانینی دارای خصلت قوانین علمی حاکم بر همه رویدادهای تاریخ است. بعد ناگهان گسستی پیش می آید و انسان آزاد می شود و دیگر محکوم به قوانین علمی نیست. بله، البته نظریه رهایی اینقدر هم خام و ساده نیست. بیشتر اینطور است که به ترتیب که جوامع مختلف مثل فئودالیسم و سرمایه‌داری و جز اینها یکی پس از دیگری در تاریخ می آیند، قوانین مختلفی هم حاکم بر مردم و نهادها می شوند، به نحوی که امور مهار شده در یک دوره در دوره دیگر چنین نیستند و بالعکس. وقتی به کمونیسم میرسیم به دوره‌ای برمیخوریم که از لحاظ شدت مهار شدگی بی سابقه است، یعنی در جامعه باستان و جامعه فئودالی و جامعه کمونیستی بین قوانین حاکم در هر دوره تفاوت‌های کیفی مهمی وجود دارد. در مقابل باید به خاطر بیاوریم که در اواخر دوره ملکه ویکتوریا، یعنی دوره داروین و به اصطلاح ایام علم پرستی، چه برداشتی از مارکسیسم وجود داشت. در آن دوره تلقی این بود که مارکسیسم مجموعی از قوانین حتمی و تخطی ناپذیر ارائه می دهد. از آن زمان تا کنون این دو جنبه مارکسیسم همیشه در درون خود آن با هم در پیکار بودند. چون مارکسیسم نهضتی سیاسی است، از هیچ یک از دو جنبه نمی تواند دست بردارد، زیرا قدرتش در سیاست وابسته به نگه داشتن هر دوست. نظریه رهایی باید حفظ شود چون پایه و اساس عصر موعودی است که وعده آن به بشر داده می شود. از ادعای علمی بودن هم نمی توان صرف نظر کرد، زیرا مارکسیسم را در چکیده ذاتش چیزی امروزی معرفی می کند که بناست بر خرافات چیره شود و شالودهی به راستی استوار داشته باشد. نظریه پردازان اخیر مارکسیستی عمیقا از یکی از این دو سو در فشار و تنگنا بودند و برای گریز از آن طرق مختلفی در پیش گرفتند. امروز حتی مکتب بسیار مردم پسندی وجود دارد که پیروانش تصمیم گرفتند نظریه رهایی را تقریبا یکسره کنار بگذارند. تصور میکنم خیلی از کسانی که این بحث را تأیید میکردن از تأکید شما بر اینکه مارکسیسم نظریه رهایی است به شگفت میآیند، چون حکومت مارکسیستی فقط توتالیتاریسم یا تمامیت طلبی را به ذهن متبادر میکند. نهضت هایی که نام مارکسیسم روی خود گذاشتن در کشورها و حتی قاره های متفاوت و در شرایط بسیار متفاوت و در زمان های بسیار متفاوت در ظرف چندین دهه به قدرت رسیدند و با این همه حاصل یک یکشان بدون استثنا دیکتاتوری های دیوان سالارانه بوده است. با توجه به این هم چطور ممکن است نام ایدئولوژی این جوامع را نظریه رهایی گذاشت؟ بله، تناقض ظاهری دردناکی است، ولی تصور میکنم تا حد زیادی روشن میکند که چرا اتحاد شوروی چنان کشور توتالیتاری بود. رژیم شوروی اگر به همین اکتفا میکرد که مثل سلفش رژیم تزاری نوعی خودسالاری فردی باشد، نیازی نداشت که اینقدر در زندگی مردم مداخله کند و مهار آن را در دست بگیرد و سعی کند به آن شکل بدهد. ضمناً به دلیل همین ادعاهای عجیب و گزاف، یعنی همانطور که پیشتر هم گفتیم، به دلیل اینکه انسان در نظریه مارکسیستی رهایی هنرمند جلوه‌گر می‌شود، در نهضت‌های مارکسیستی عقیده بر این است که آنچه هنرمندان می‌گویند و به آن معتقدند و بیان می‌کنند واجد بالاترین اهمیت است. نظریه حکم می‌کند که هنرمندان در جامعه کمونیستی معنای آن جامعه را بیان کنند و به تجلیل از آن بپردازند. هنرمندی که چنین نکند تأمل ناپذیر است و باید سرکوب شود. گرچه بحث درباره اتحاد شوروی بسیار جالب است، ولی نمیخواهم با ورود به آن از موضوع اصلی خارج بشویم. مایلم به صحبت از فلسفه مارکسیستی ادامه دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً از جنبه نظریه محض نگاهی سنجیده به کمبودهای این نظریه بیاندازیم. یکی از نواقص این است که در آن نظریه فرض بر پدید آمدن جامعه‌ای پس از رسیدن به کمونیسم است که دیگر در آن هیچ گونه تعارضی نخواهد بود. اما به عقیده من چنین چیزی حتی از حیث نظری هم دست نیافتنی است. هر جا دو نفر با هم عمل کنند به ناچار منافع متعارض و عقاید متعارض پیش می آید. مسئله محوری در سیاست همیشه به طور خلاصه این بوده که این گونه تعارضها را اگر با زور و خشونت و بر اساس قانون جنگل مرتفع نکنیم، پس چگونه می خواهید مرتفع کنید؟
سیاست عمدتاً و در وهله اول یعنی همین. از این گذشته ما امروز بیش از مردم قرن 19 هم پی برده ایم که منابع دنیا به طور دردناکی پایان پذیر است و بنابراین در هر قسم جامعه‌ای منازعه بر سر چگونگی استفاده از این منابع ناگزیر تون و گزنده می شود. پس در هر جامعه‌ای ناچار تعارض‌های وجود خواهد داشت و مارکسیسم هیچ راهی برای رفع آنها پیش پای ما نمی‌گذارد، چون انکار می‌کند که در جامعه مارکسیستی اصولاً ممکن است تعارضی وجود داشته باشد. رفت موضوع با آن چه همکنون در این باره می گفتید که چرا نظام‌های مارکسیستی در زمینه آزادی انقدر بد عمل می‌کنند، درست همینجاست. مارکسیسم دقیقاً به این دلیل که منکر امکان هر گونه تعارض جدی در جامعه مارکسیستی است، به کلی در این خصوص سکوت می‌کند که وقتی فرد با بقیه جامعه اختلاف پیدا می‌کند و یا رابطه اقلیت‌ها با اکثریت‌ها به هم می‌خورد چه باید کرد؟ با این نظر موافقی؟ نه، اینطور نیست. تصور میکنم شما در اینجا کمی بی‌انصافی میکنید. یک فرد مارکسیست در جواب شما خواهد گفت که او و همفکرانش بعضی اقسام تعارض رو پیش بینی میکنند، ولی در اساس بر این عقیدند که تعارضهای براستی عمیق، یعنی تعارضهایی که مردم رو وامی دارد به جان هم بیافتند، از بهره کشی اقتصادی سرچشمه میگیرد و از بین خواهد رفت. اما با نکته اساسی مورد نظر شما که حاصل آن است موافقم که مارکسیستا برای تمشیت تعارضات در جامعه مارکسیستی هیچ چاره یا تدبیر دیگری در اختیار ندارند. برخلاف نظر یاد شده، این احساس وجود دارد که اگر کم کم بخواهید چنین امکانی را در نظر بگیرید، از مرزهای مارکسیسم پا بیرون گذاشته اید. به نظر شما کمبودهای دیگر نظریه مارکسیستی چیست؟ مطلب دیگری که میباید ضمن گفتگو از اتحاد شوروی مطرح کرده باشیم این است که همه اتفاقات در کشوری از قبیل اتحاد شوروی افتاد و نه کشوری غربی و پیشرفته. نظریه مارکس بدون شک حاکی از این بود که کمونیسم در پیشرفته ترین جوامع صنعتی به وجود خواهد آمد. بر اساس این نظریه از طرفی می شود ادعا کرد که آنچه در شوروی رخ داده آزمایشی برای مارکسیسم نبود، ولی از طرف دیگر می شود از جهت فکری و عقلی سوال مهمی را مطرح کرد و پرسید که چرا این اتفاق در بریتانیا یا آلمان نیفتاد. این یکی از بزرگترین نواقص نظریه مارکس است و همچنین یکی از عمده مسائلی که بین مارکسیستا همیشه بحث بر سر آن جریان داشته است. آیا با من هم عقیده اید یا نه که مارکسیسم به این معنایی که میخواهم بگویم بسیار محدود است؟ فلسفه های بزرگ دنیا و ایدئولوژی ها و ادیان بزرگ همه در سه سطح تو امان جنبه تبیینی داشتند: در سطح فردی، سطح اجتماعی و سطح کیهانی. در هر یک از سطوح مسائل فلسفی بنیادین و مهم و ماندگاری هست که باید درباره آنها بحث کرد. از این قبیل است در سطح فردی انسان مسئله خود، مسئله روان و تن و همه مسائل مربوط به شناخت در معرفت شناسی، مسائل مربوط به شعور اخلاقی و خودآگاهی و بود یا نبود روح، مسائل مربوط به مرگ و امکان بقای پس از مرگ. در سطح اجتماعی کلیه مسائل فلسفی ناشی از مناسبات شخصی و اجتماعی، یعنی بیشتر مسائل اخلاقی و همه مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تمام مسائل فلسفی مربوط به زبان و قوانین و سایر نهادهای انسانی، و سرانجام در سطح کیهانی همه مسائل فلسفی مربوط به جهان طبیعت، یعنی نه تنها مسائل اصلی زمان و مکان و علیت و وجود اشیاء مادی، بلکه کمابیش هر مسئله محصول فیزیک و شیمی و زیست شناسی را در بر می‌گیرد. خب همه نظام‌های واقعا بزرگ نظری در هر سه سطح به وفور جنبه تبیینی دارند. مارکسیسم اینطور نیست. مارکسیسم دو سطح را تقریبا یک سر نادیده می‌گیرد. درباره کیهان هیچ حرفی ندارد که بزند و در مورد فرد کم و بیش ساکت است. تقریبا فقط در سطح میانی هستی اجتماعی و مسائل اجتماعی عمل می‌کند. گمان نمی‌کنم با شما موافق باشم که مارکسیسم هیچ حرفی ندارد که درباره کیهان بزند. اتفاقا در بعضی موارد متأسفانه بیش از حد درباره کیهان حرف می‌زند. تحول دیالکتیک طبیعت را ملاحظه کنید که بر اساس گفته‌های انگلس در اتحاد شوروی اتفاق افتاد و به نظر من از جهت فلسفی مشتی یاوه گویی است. اگر مارکسیسم چیزی درباره جهان طبیعت نمی‌گفت واقعا بهتر بود. انتقاد شما به مراتب قوی‌تر می‌شد اگر می‌گفتید مارکسیسم هیچ حرفی ندارد که در سطح شخصی بزند، ولی مطمئن نیستم که چنین گفته‌ای کاملا صحت داشته باشد. البته تا کنون صحت داشته که مارکسیستا حرف زیادی در این مورد نزدند. منتها نمیدانم این امر تا چه حد معلول قسمی تصادف تاریخی است. جنبش‌های سیاسی مهمی مارکسیسم را پذیرفتند که فکرشان به جاهای دیگری مشغول بوده است و حتی خواستند از طرح بعضی مسائل درباره فرد جلوگیری کنند، ولی وقتی می‌بینیم که مارکسیسم
به معنای نظریه رهایی از چه منابع باروری برخوردار است متوجه می شویم که چه قسم نظریهی درباره هنر امکان داشت از بطنان بیرون بیاد. می شود تصور کرد که سیر تحولی فرهنگ ما به قسم دیگری بود که آن جنبه مارکسیسم را می شد در آن بررسی کرد و کاوید، یعنی همان نوع کاوش و گسترشی که اقتصاد مارکسیستی یا نظریه مارکسیستی درباره توسعه از آن بهره‌مند بوده است. چند نشانه انگشت شمار این امر در کارهای زیبایی شناسان مارکسیست به چشم می‌خورد. البته بالاترین پرسشی که اینجا درباره فرد یکی و تنها پیش می‌آید، فردی که اغلب با حساس‌ترین و مهم‌ترین جنبه‌های زندگی باید تنها روبرو شود، این است که آیا اساساً در مارکسیسم این بُعد زندگی به درستی شناخته شده است یا نه. اما چون این جنبه مارکسیسم به هیچ وجه رشد و پرورش صحیح پیدا نکرده است، بدون اینکه مطلب به تجربه برسد، پاسخ آن سوال را نمی‌شود. بسیار جالب و هیجان‌انگیز می‌بود اگر چرخشی در حیات فرهنگی ما رخ می‌داد و می‌دیدیم که چه اتفاقی افتاد اگر متفکران مارکسیست به جای حصر توجه به اینکه چرا انقلاب نشد یا چرا همین فردا حتما انقلاب خواهد شد یا فقط فکر کردن درباره نظریه‌های مربوط به دولت، در زمینه هنر و تجربه ذوقی و اخلاقی انسان نظریه مارکسیستی به وجود می‌آوردند و پرورش می‌دادند. البته شروع بعضی کوشش‌ها در این زمینه به چشم خورده که پیگیری نشده و امکان داشته جالب توجه از کار در بیاید. آیا پذیرش قهر و خشونت و در واقع باید گفت طرفداری از آن در مارکسیسم دلیل موجهی برای مخالفت با آن به عنوان یک نظریه است؟ طرفداری و دفاع از خشونت به خودی خود دلیل موجهی برای مخالفت با مارکسیسم نیست، چون به استثنای نظریه‌های 100% مسالمت جویانه، شاید کمتر نظریه‌ای است که در بعضی شرایط معین از خشونت طرفداری نکند. حتی نظریه پردازان بزرگ لیبرالیسم از قبیل لاک هم از انقلاب در بعضی اوضاع و احوال طرفداری می‌کنند. ولی چرا؟ از این جهت تصور می‌کنم حق با شما باشد که صرف عقیده به این که می‌شود پس از انقلاب نوعی جامعه بدون تعارض ایجاد کرد، خودش جوازی برای انهدام و سوس کردن پایه وضع موجود حتی با زور و خشونت است، به شرط اینکه حاصل کار ایجاد هماهنگی بدون تعارض باشد. مارکسیست‌ها به این امر یقین دارند و بر اساس همین یقین به آسانی می‌پذیرند که باید نظام موجود را با خشونتگری نابود کرد. شاید بشود گفت که این اعتقاد هم یکی دیگر از جنبه ها و ویژگی های امیدشان به فرارسیدن عصر موعود عدل و نیکی جهانی است. متاسفانه افراد گروه ها با آسانی فرض را بر این می گذارن که برای خود آنها ولی نه برای هیچ کس دیگر دست زدن به خشونت در تعقیب هر هدفی که دارن کاملا جایز. البته چنین نتیجه ای از خود نظریه لازم می آید، زیرا اگر نظریه درست باشد لاجرم پیروان نظریه هم بر حقم. مارکسیسم به یک اعتبار نظریه ای راجع به جنگ دائمی حق و باطل یا جنگ عادلانه است، یا مبارزه ای دائمی که در مورد سیاست اعمال می شود. ولی کل نظریه اساساً چه شأن و مقامی دارد؟ البته ادعا می شود که این نظریه نظریه علمی است. این ادعا در نوشته های مارکس بارها و بارها تکرار می شود و مورد تأکید قرار می گیرد. تصور می کنم منظور او در واقع این است که سایر سوسیالیست ها سابقاً راه می افتادن و سعی می کردن یا رویاهای طلایی از جامعه آرمانی به خورد مردم بدن یا احکام اخلاقی صادر کنند. ولی خود او هیچ یک از این دو کار را نمی کند. کاری که می کند یا سعی دارد بکند بررسی جریان هایی است که عملاً در جامعه در و دیدن این که جریان‌های مذکور به کجا می‌انجامد. او دائما ادعا دارد که روش و برخوردش علمی است و با وجود این چیزی که سخت جلب توجه می‌کند، این همه بی‌پروایی در پیشگویی است. آن همه حکم و ادعا درباره آینده اگر درست از نزدیک بسنجید چندان علمی به نظر نمی‌رسد. اتفاقا مارکس از جهت ورود به جزئیات ادعاهایش راجع به آینده کاملا محتاط بود. در مورد آینده و ماهیت جامعه کمونیستی بسیار دست به عثر راه می‌رفت. ادعای بزرگش به فرو ریختن سرمایه‌داری مربوط می‌شد که هنوز باید به تایید واقعیت‌ها برسد. ولی همچنین باید به خاطر داشته باشیم که واژه آلمانی ویسنشافت که معمولاً ساینس یا علم ترجمه می‌شود، در آن زبان مفهوم وسیع‌تری دارد. در آلمانی مردم همانطور که از علم فیزیک حرف می‌زنند، به راحتی از علم تاریخ هم صحبت می‌کنند. مصداق این کلمه هر گونه جستجو و طلب معرفت به شیوه منضبط است. تصور می‌کنم درست است که مارکس هرچه در راه رشد و تکامل جلوتر رفت، بیشتر معتقد شد که علم سرمایه که خودش واضع آن بود، مطلقاً به صلابت و دقت علم فیزیک است.
شما معتقدید ولی البته این عقیده قابل دفاع نیست. تصور نمی کنم علل اصول در مورد هیچ نظریه‌ای که با موجودات بشری و انگیزه های آدمی و سیر تحولی آن انگیزه و جوامع انسانی سر و کار دارد قابل دفاع باشد. آن نوع صلابت و دقت و آن گونه قابلیت تحقیق ابدا امکان پذیر نیست. برای اینکه جانب انصاف در حق مارکس رعایت شده باشد باید اضافه کرد که تصور اینکه علم عبارت از چیست طی 100 سالی که از نگارش آثار او می‌گذرند از بیخ و بن تغییر کرده است. همه افراد مطلع در نیمه قرن 19 مسلم می‌گرفتند که معرفت علمی قسمی معرفت استوار و خطاناپذیر و بنابر این تسهیل‌ناپذیر است، در صورتی که امروزه این عقیده ترک شده است و ما می‌دانیم که علم خطاپذیر و بنابر این تسهیل‌ناپذیر است. مطمئنم که مارکس اگر زنده بود به طرزی کاملا متفاوت به این جنبه قضیه و به طب شان و مرتبه نظریه خودش نگاه میکرد. در اواخر قرن 19 هم عموماً عقیده بر این بود که فیزیک به دنیای موجودات بیجان سر و سامان داده و داروین به عالم جانداران و آخر نوبت مارکس شده که به حوزه تاریخ اجتماعی بشر سر و سامان بدهد. خیلی از مردم وچه تشابهی بین مارکسیسم و ادیان از جمله مسیحیت دیدم و من میل دارم شما هم در این باره اظهار نظر بفرمایید. مارکسیسم به زعم طرفداران آن واجد کتاب‌های مقدس و پیام‌آورانی است و دارای فرقه‌های مختلف و تعقیب‌ها و محاکم تفتیش عقاید و قربانیان است و خلاصه قالب و چارچوبی که مارکسیسم و کمونیسم در آن به وجود آمده شباهت زیادی به ادیان دارد و مهمتر اینکه از حیث اخلاقی دارای میلیون‌ها مرتد بوده است. مارکسیسم حتی از لحاظ رواج و گسترش هم به مذاهب شباهت داشته است. فقط 100 سال پیش مارکس روشنفکر پناهنده نسبتاً گمنامی بود که از راه صدقه هایی که از دوستانش می گرفت در لندن زندگی می کرد و تمام روز را در موزه بریتانیا کار می کرد. ولی کمتر از 70 سال پس از مرگش یک سوم مردم دنیا زیر سلطه حکومت های زندگی می کردن که نامشان از اسم او گرفته شده بود و به خودشان مارکسیست می گفتند. این پدیده را در سراسر چین، شوروی و اروپای شرقی مشاهده می کردیم. چنین پدیده‌ای واقعا شگفت‌انگیز است و تنها مورد مشابهی که به خاطر من می‌رسد گسترش مسیحیت است. نظر شما در این باره چیست؟ بدون شک مارکسیسم سختکیش و مستقر در اتحاد شوروی یا چین از جهاتی که ذکر کردید به خصوص از لحاظ تحمیل سختکیشی و بالاخره از نظر تحمیل بدترین ابعاد سختکیشی به بعضی از مذاهب مستقر و جا افتاده غربی شباهت‌هایی دارد. وقتی که در جستجوی این عنصر دینی به خود مارکس و نوشته‌هایش مراجعه می‌کنیم به نظر من چیزی که آنجا در کنار آن دید علمی می‌بینیم و باید بذر همه امور محسوب شود این است که مارکسیسم با نهضت‌های هزاره‌ای اروپایی مرتبط است. این سنت با نهضت‌هایی در قرون وسطا آغاز شد که آمدن نظم جدید و دنیای جدیدی در آنها پیش بینی می‌شد و در عصر رفرمیسم در قرن 16 هم علناً گسترش پیدا کرد و به یک اعتبار در فرقه‌های تندروی انقلاب کبیر فرانسه به چشم می‌خورد که پیروانش طرفدار همان فکر سرآغاز جدید بودند. کمان که لابد می‌دانید که در 1791 تقویم جدیدی درست کردند و مبدأ آن را سال 1 قرار دادند. مارکس این عنصر بسیار مهم به خصوص این فکر را از طریق آثار هگل وارد مارکسیسم کرد که دوره‌ای خواهد آمد که کشمکش و رنج و مهنت به اوج خواهد رسید و بعد نبرد نهایی عظیمی در خواهد گرفت و بلافاصله پس از آن بالاخره عصر نوین هماهنگی و صلح و آرامش و تحقق آرزوها آغاز خواهد شد. این فکر ضرورتاً با علم منافات ندارد. اگر احیاناً نظر مارکس درباره تاریخ بشر درست از آب در بیاید معلوم می شود که نهضت‌های هزاره‌ای قدرت پیشگویی عجیبی داشتند. همانطور که ممکن است بعضی از اسطوره ها را مبشر نظریه های مربوط به اتم دانست، ولی به هر حال درست یا نادرست این امر یکی از عوامل بسیار نیرومند کشش و جاذبه خود نظریه بوده است. منتها این هنوز با آنچه شما گفتید فرق زیادی دارد، یعنی وجود پدیده هایی در مارکسیسم مانند همه ملحقات و لوازمی که هر جا جامعه مارکسیستی رسما استقرار پیدا کرده اونها هم پدیدار شدن. پس تصدیق میکنید که از همه این جهات شباهت چشمگیری با برخی از ادیان دارد؟ البته. بله بله. سوال دیگری که میخواهم مطرح کنم این است که با توجه به وجود تمام این معایب در نظریه مارکسیستی چطور ممکن است این واقعیت را که چرا مارکسیسم
چنین کشش افسونگرانه‌ای برای این همه مردم داشته توجیه کرد. البته شما در صحبت‌های قبلی خودتان کم و بیش به این سوال پاسخ داده اید، ولی مایلم مشخصا در این زمینه صحبت کنید. تصور میکنم این موضوع تا حدی درک شود اگر به دو جنبه مارکسیسم برگردیم و ببینیم چگونه با هم تلفیق شدند. بعضی از پرجاذبه‌ترین نظریه‌ها در تاریخ نظریه‌هایی بودند که دو ارزشی را که مردم می‌خواهند با هم تلفیق کنند ولی به آسانی موفق به این کار در زندگی نمی‌شوند با هم جمع کردند. یکی ادعای علمیت است، یعنی ادعای اینکه چیزی کاملا متعلق به زمان معاصر است و خرافات گذشته را به دور انداخته است، و دیگری قدرت فرونشاندن آتش عمیق برای رسیدن به عصر جدید آزادی و تحقق خواست‌ها و رضایت. ادعای این که این دو جنبه را ممکن است با هم جمع کرد همیشه بسیار جذاب، دلپسند و مطلوب بوده و طیف وسیعی از افراد را به خود جلب کرده است. از روشنفکرانی در جوامع غربی که تا نیمه از اشتباه بیرون آمدند و مارکسیسم را نوعی جهتگیری بسیار خصوصی نسبت به حیات فکری و عقلی می دانند تا مردم جهان سوم که شاهد فرو ریختن سریع مجموعه های جا افتاده سنت ها بودند. در میان این گونه مردم چیزی می بایست جای آن سنت ها را بگیرد، یعنی تصویر عمومی و جهانی جدیدی که احیانا نوید آینده بدهد و بشود ادعا کرد که امروزی و مدرن است، چیزی که بر پایه علم بنا شده و برای انسان های عصر نوین قابل پذیرش باشد. احتمال دارد که مارکسیسم از جهت ایفای این نقش دوم تحت شعاع سایر ایدئولوژی ها قرار بگیرد، چنان که بعضاً تحت شعاع ناسیونالیسم واقع شده است، یا ممکن است به چیزهای دورگهی بر بخوریم که در جوامع مختلف دنیا پدیدار شدند، یعنی ایدئولوژی های رسمی که بعضی از امور را از مارکسیسم گرفتن و با عناصر دیگر به خصوص عناصر ناسیونالیستی آمیختن. از این قبیل است ناسیونالیسم آفریقایی یا ناسیونالیسم عربی که هر دو سعی دارن چیزی را که از مارکسیسم گرفتن به صورت یکی از اجزای یک مجموعه بزرگتر درآورند. در تمام این موارد میبینید که منظور رسیدن به همان نوع هدف بوده است، یعنی رسیدن به دیدگاهی عمومی و جهانی که هم سنت هایی را که به منزله ریشه و خواستگاه مردم است نجات بدهد و هم به طریقی بشود ادعا کرد که از بیخ و بن جدید است و سرآغاز تازه است و ذاتاً مدرن و امروزی است و بر محکمترین نهاد تمدن مدرن یعنی علم پیریزی شده است. قبل از خاتمه بحث باید به مسئله پاسخ بدهیم که من قبلا تا حدی شما را از آن دور کردم و برای اغلب مردم از هر مسئله دیگری جالب توجه تر است. سوال من این است که چه رابطه‌ای بین نظریه مارکسیستی و وضعیت جوامع موجود کمونیستی وجود دارد؟ ظاهرا دو مکتب اساسی درباره این رابطه وجود دارد. پیروان یکی از این مکاتب میگویند جامعه‌ای مثل جامعه اتحاد شوروی در واقع صورت منحرف و معیوب نظریه مارکسیستی است. این گروه به ویژه از استالین و استالینیسم انتقاد میکنند. مکتب دیگری میگوید نه، نتیجه‌ای که به دست آمده همیشه در آن نظریه نهفته بوده است. نکته جالب این که همیشه عده‌ای از طرفداران نظریه دوم خودشان از انقلابیون چپگرا بودند، مثلا پرودون و باکونین که خودشان از اولین آنارشیستا بودند. همیشه با قاطعیت پیشگویی می‌کردند که اگر نظریه‌های مارکس به اجرا در بیاید استبداد ایجاد خواهد کرد. بعد می‌رسیم به روزا لوکزامبورگ، رهبر انقلابی سوسیالیستای آلمان در جنگ جهانی اول که می‌گفت اگر نظریات لنین عملی شود به ایجاد دولتی نظامی خواهد انجامید. شما خودتان با کدام یکی از این دو مکتب بیشتر هم عقیده اید؟ روزا لوکزامبورگ از عقاید لنین انتقاد میکرد، نه از عقاید مارکس، و به نظر من عمدتاً درست میگفت. البته اگر امروز به هر نظریه پرداز گذشته برگردید که نظریش در زمان حیات خودش به مرحله اجرا در نیامده، برمیخورید به بسیاری چیزها که اگر با فلان چیز دیگر توأم میشد ممکن بود آن نظریه تقریبا به هر نتیجه‌ای بیانجامد.
بازی‌های فرضی و نظری را در نظر بگیرید که مردم با آراء روسا می‌کنند. آیا روسا طرفدار توتالیتاریسم بود؟ آیا لیبرال بود؟ با این همه مارکس بدون شک عقیده داشت که ثمره انقلاب باید جامعه‌ای دموکراتیک و خودگردان باشد. این مطلب از سخنان تحسین‌آمیز او درباره کمون 1871 پاریس پیداست. کمون پاریس دست کم روی کاغذ دموکراسی ریشه‌ای و اساسی‌تری از هر جامعه غربی امروزی داشت. جامعه گوش به فرمانی که در اتحاد شوروی می‌دیدیم از طرفی زائیده لنینیسم بود و نظر لنین مبنی بر این که حزب باید دارای ساخت فرماندهی باشد و از طرف دیگر مولود وضعی که او داشت. امروز پس از اینکه کار از کار گذشته، عده‌ای همه اینها را به حساب مارکسیسم می‌گذارند. اما تنها چیزی که می‌شود گفت این است که کسی که معتقد باشد موفق به ایجاد جامعه‌ای خالی از تعارض خواهد شد، به دلیل همین اعتقاد صالح برای ساختن الگویی نیست که نشان دهد چگونه می‌شود با وجود تعارض عمل کرد. مارکس اگر نظریه‌هایش در زمان حیات خودش عملی شده بود، هزار گونه دردسر پیدا می‌کرد، ولی فاصله زیادی است بین این گفته و اینکه تصور او از انقلاب حامل بذر نظام‌های توتالیتر بود، بذری که به نظر من در آراء لنین وجود داشت. چنین نظری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. همانطور که قبلا گفتیم، با توجه به اینکه همه نهضت‌های مارکسیستی که عملا به قدرت رسیدن دیکتاتوری‌های دیوان سالاران تأسیس کردند، آیا احتمال دارد که بتوانند در عین بیرون آمدن از این بزباز هم مارکسیست بمانند؟ یا اگر بخواهند تبدیل به جوامع غیر دیکتاتوری متحول بشوند، باید نظریه مارکسیستی را کنار بگذارند؟ آیا به نظر شما میتوان این کار را با بازسازی مارکسیسم البته بر همان پایه و اساس انجام بدهند؟ البته غیر ممکن نیست، ولی بسیار بعید است که اتحاد شوروی بر اساس نوعی مارکسیسم بازسازی شده دست به این کار بزند. از زمان وقوع این ضربه فکری که یک نهضت مارکسیستی سر کار بیاید و این چنین نظام هولناکی ایجاد کند، کسانی که به تجدید نظر طلبان معروفند، یعنی سایر مارکسیستا، عمدتاً در غرب و جاهای دیگری مثل یوگسلاوی در پی کشف مجدد اساس نوعی مارکسیسم انسانگرایانه بودند. اندیشه‌های فوق‌العاده جالب و ثمربخشی در این جهت پرورانده شده است. به نظر من در 1968 تلیعه جامعه آزاد را در چک و اسلواکی می‌شد دید که بعضی از منابع و ریشه‌های فکری آن به نوعی مارکسیسم بازنگری شده می‌رسید. ولی این امر در نطفه خفه شد. در یوگسلاوی هم مقدار زیادی در این باره فکر شده، ولی این افکار امکان نداشته به مرحله اجرا در بیاید. بعضی از متفکرانی که به این چیزها فکر کردند، حتی کار و شغلشان را از دست دادند. با این همه در این گونه موارد به تحول زنده‌ای در مارکسیسم برمی‌خوریم که می‌تواند پایه و اساسی برای این نوع جوامع باشد. البته وجود شرایط سیاسی لازم برای بارور شدن این نهال در اروپای شرقی مسئله دیگری است. تا چندی پیش در این بحث ما سعی میکردیم به مارکسیسم مارکس اکتفا کنیم، ولی حالا که شما خودتان لنین را مطرح کردید و از تجدید نظر طلبی متفکران معاصر مارکسیست صحبت میکنید، میخواهم در پایان گفتگو خواهش کنم از یکی دو نفر از متفکران اخیر مارکسیست نام ببرید و مطالبی درباره تغییرات و پیشرفت‌های حاصله در نظریه مارکسیست که این افراد مسئول به وجود آمدن آن بودند برایمان بگویید. بله، تصور میکنم دو رشته تحول متفاوت در دو زمینه کاملا متفاوت صورت گرفته است. یکی مربوط به گروه پراکسیس در یوگسلاوی است که قبلا هم به آن اشاره کردیم و چند متفکر در آن سعی دارند به ریشه انسانگرایانه مارکسیسم برگردند و بر پایه مارکسیسم نظریه‌ای در باب جامعه آزادی خواه به وجود بیاورند. این یکی از جالبترین تحولات است و این افراد محور نوعی گفتگوی بین المللی شدند که خیلی کسان دیگر هم در آن شرکت دارند. در زمینه دوم، مارکسیسم در ایجاد نظریه اقتصادی درباره اقتصاد جهانی بسیار ثمر بخش بوده است. قوت مارکسیسم همیشه در این بوده که هر نظام اقتصادی را کل فراگیری دانسته است که نقش هر بخش را تعیین می‌کند. این طرز تلقی در یکی از نظریه‌های معاصر راجع به توسعه نیافتگی به بار نشسته است، یعنی در این باره که ساخت اقتصاد جهانی تا حدی توسعه نیافتگی را به زور تحمیل می‌کند و در بعضی جوامع سبب عقب ماندگی می‌شود و این جوامع را از توسعه باز می‌دارد. من تصور میکنم که این مسئله در زمینه ایجاد اقتصاد جهانی قابل توجه ترین پیشرفتی بود که حاصل شده است. بنابراین تغییرات و اصلاحات انجام شده، یکی از بعد اقتصادی و دیگری از جنبه آزادی خواهی بود است. به نظر من جالب ترین تحولاتی که در مارکسیسم غیر رسمی صورت گرفته همین دو تحول است.
یکی از خصوصیات برجسته تاریخ کشورهای کمونیستی این است که رهبران سیاسی بزرگی مثل لنین، استالین و ماو تسه‌تونگ ادعای فیلسوف بودن هم کردند. آیا تصور میکنید هیچ یک از اینها دارای توان واقعی فلسفی هم بودند؟ نه، توان تفکر فلسفی نه. البته لنین استراتژیست سیاسی بزرگی بود و در آن حوزه بسیار روشن فکر میکرد. در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. درباره استالین هرچه کمتر بگوییم بهتر است. آثار ماو؟ نه، این انتظار بسیار زیادی است که بخواهیم این گونه مردان فیلسوف هم باشند. پس تصور شما بر این است که برای اندیشه‌های جدید مارکسیستی ما نباید به دنبال رهبران سیاسی مارکسیست باشیم، بلکه بهتر است به جستجوی فلاسفه، چهره‌های علمی، اقتصاددانان و غیره بپردازیم. بله، به خصوص نباید در جستجوی رهبران سیاسی باشیم. ضمناً این نکته را هم باید اضافه کنم که آنچه در این مدت، یعنی از زمان مارکس تا کنون، به فلسفه مارکسیستی اضافه شده میتواند زمینه مناسبی برای تلاش‌های نسل آینده در این زمینه باشه. خیلی متشکرم آقای تیلر.